ابو ریحان بیرونی. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری است. ابو ریحان بیرونی را بزرگترین دانشمند مسلمان و یکی از دانشمندان ایرانی می دانند. همچنین او به پدر علم انسانشناسی معروف است. دانشنامه علوم چاپ مسکو ابو ریحان را دانشمند همه قرون نامیده است. در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاه ها، دانشکده ها و کتاب خانه ها نهاده اند و لقب استاد جاوید به او اعطا کرده اند. این دانشمند خورشید گرفتگی 8 آوریل سال 1019 را در کوههای افغانستان رصد و بررسی کرد و همچنین در رابطه با ماه گرفتگی سپتامبر همان سال در غزنه به مطالعه پرداخت. ابو ریحان بیرونی به زبانهای مختلفی مسلط بود. در شرح زندگی ابو ریحان بیرونی آمده است که بیرونی کتاب معروف خود را به نام قانون مسعودی که نوعی دانشنامه است را به نام سلطان مسعود غزنوی حاکم آن زمان نامگذاری کرده است، ولی هدیه حاکم را که سکه های بسیاری از جنس نقره بود را نپذیرفت و به او گفت که کتاب را به خاطر خدمت به دانش و گسترش علم نوشته است، نه به خاطر پول. ابو ریحان بیرونی با بو علی سینا دانشمند معروف ایرانی هم دوره بود و با هم تبادل نظر داشته اند. کلمات کلیدی: مترادف فارسی، مترادف انگلیسی، انسانشناسی، تبادل داشتن، مبادله کردن، اعطا کردن، دادن، بخشیدن، خورشید گرفتگی، کسوف، ماه گرفتگی، خسوف، مطالعه کردن، بررسی کردن، خواندن، مسلط بودن، چیره بودن،